دوستان سلام، صبحتون بخیر. صدای منو داریم؟ بسیار عالی، امیدوارم که حالتون خوب باشه. میریم سراغ سناریویی که این هفته میخوایم در رابطهش صحبت بکنیم. هفته گذشته اومدیم در رابطه با سناریویی که در رابطه با ماژول ها بود و انواع و اقسام ماژول ها رو صحبت می کردیم، توضیح دادیم و در رابطه صحبت کردیم که هر کدوم از این ماژول ها چی هم به چه درد می خورن و کجا استفاده می شن. این جلسه می خواهیم بپردازیم به انواع و اقسام سرور هایی که توی شبکه مورد استفاده قرار می گیرن و هر کدوم یک نوع سرویس خاصی رو در اختیار حالا کلاینت ها و شبکه قرار میدن. میخوایم بیام در رابطه با انواع و اقسام این سرویس ها صحبت بکنیم. خب اگر خاطرتون باشه وقتی که ما توی قسمت ان دیوایس ها داشتیم در رابطه با این دیوایس هایی که توی این قسمت قرار داشت صحبت میکردیم، وقتی به سرور ها رسیدیم، من اومدم سرورها رو چک کردم به این صورت خب من اومدم گفتم که این سرورها یک تبی رو اینجا دارن تحت عنوان سرویسز که توی این تب شما میتونید انواع و اقسام سرویس های مختلف رو روی این سرورها راه اندازی کنید و از مزیت و کاربردی که هر کدوم از اینها دارن برخوردار بشید. حالا ما خواهیم امروز بپردازیم به این در واقع سرویس ها و ببینیم که هر کدوم از اینها چی هن و به چه صورت میتونیم ازشون استفاده کنیم. خب این سرور یک سروریه که همونطور که میبینید توی محیط پکت تریسه شبیه سازی شده و توی دنیای واقعی ما به این صورت این سرورها رو نداریم و فقط توی این محیط هستش که داریم در رابطه صحبت میکنیم و انواع و اقسام سرویس ها رو قصد راه اندازی شده داریم. خب پس من قرار هستش که یک سناریویی توی این جلسه بچینم که داخلش سرور وجود داره و سرویس های مختلف رو قرار هستش که به ما ارائه بده. برای شروع سناریوی خودمون ابتداعا چیکار میکنیم؟ از در واقع پایین ترین سطح سناریوی خودمون رو میبندیم. خب یک پی سی انتخاب میکنیم، یک لپتاپ و یک دونه پرینتر. اینها رو به عنوان کلاینت های خودمون توی سناریو میشناسیم و به سناریوی خودمون اضافهش میکنیم. بعد از اون میام توی قسمت نتورک دیوایس ها و یک سویچ 2960 قرار میدیم اینجا. همونطور که میبینید دیگه من وقتی که روی این سویچ ها میام و وقتی که اینو از همینجا به سناریو خودم اضافه میکنم به صورت درگ اند دراپ میره، اولین سویچی که توی این دسته بندی قرار داره رو برای من انتخاب میکنه. توی روتر هم همینطور، توی روترها هم اولین روتر که همین روتر 1941 هستش رو میاد و به سناریوی خودم میتونم اضافهش کنم. خب این شد از المان هایی که میخوایم توی دیوایس هایی که میخوایم توی این سناریو ازش استفاده بکنیم. برای اینکه سریعتر بتونیم جلو بریم با استفاده از کابل اتوماتیک من این اتصالات رو خیلی سریع وصل میکنم. خب البته خب توی اتصال بین
سویچ و روتر اومده فست اترنت رو به گیگ وصل کرده که من دوست دارم سرعت بین اینها اینترفیس گیگ به گیگ وصل بشه. پس میام گیگ اینها رو به گیگ این وصل میکنم که سرعت گیگ داشته باشه اینجا. خب این هم از اتصالاتی که توی این سناریو وجود داشت و من انجام دادم. اما بحث اصلی ما از اینجا شروع میشه. من یک سازمانی دارم که خب طبق معمول همیشه ما به این صورت شروع میکنیم دیگه. یه سازمانی داریم که یه رنج آی پی داره. رنج آی پیش مثلا چنده؟ 192 168 10 الی 24، درست؟ این رنج آی پیه که ما میتونیم داشته باشیم که خب معمولا توی شبکه، خب من برای اینکه خلوت تر بشه اسم تمام این دیوایس ها و پورت هاشون رو برمی دارم. خب معمولا ما تو شبکه اولین آی پی رو میدیم به گیتوی خودمون و خب آی پی های بعدی رو میتونیم به حالا کلاینت هامون بدیم. خب اینها هم به این صورت. حالا ما توی شبکه به تجهیزات و دیوایس های خودمون، به کلاینت هامون مخصوصا، به کلاینت هامون که اینجا قرار میگیرن میتونیم به صورت دستی آی پی بدیم. خب تا حالا دستی رو دیدیم دیگه، چجوری میتونیم آی پی رو به صورت دستی ست کنیم. هم میتونیم یک سرویسی رو راه اندازی بکنیم که تحت عنوان سرویس DHCP هستش، DHCP سرور، که این سرویس میاد برای ما چیکار میکنه؟ آی پی های مختلف رو به کلاینت های ما به صورت خودکار میده. حالا اینجا الان ما سه تا کلاینت داریم. فرض کنید شما یک شبکه رو دارید توی یک سازمانی که 3000 تا کلاینت داره. خب اگر بخواید آی پی ها رو به صورت دستی ست کنید کار خیلی غلطیه، به خاطر اینکه هم اوورلود ادمین مثلا بالا میره، ادمین سر شلوغ میشه، وقتش گرفته میشه، و از طرف دیگه خب امکان داره که شما آی پی های مشابه رو برای سیستم های مختلف استفاده کنید که اصطلاحا مشکل داپلیکیشن یا داپلیکیت اتفاق میفته و این مشکلات منجر به این میشه که بهتر هستش شما بیاین از سرویس DHCP استفاده کنید. خب قبل از اینکه من بخوام سرویس DHCP رو اینجا راه اندازی کنم که بتونه به کلاینت های خود من آی پی بده، من میام به یکی از این دیوایس ها چیکار میکنم؟ آی پی رو دستی میدم. مثلا میام به این لپتاپ آی پی دستی میدم. به چه صورت؟ خب همونطور که اگر جلسات قبل خاطرتون باشه میومدیم تو دسکتاپ آی پی کانفیگور و اینجا آی پی رو به صورت دستی ست میکنم. 192 168 1 11 با این ساب نت ماسک دیفالت گیتوی هم قرار شد که بزنیم 192 168 1 1. این هم آدرس لبه شبکه‌مون که همون روتری هستش که اینجا قرار هستش پیاده سازی بشه. خب این پس من اومدم لپتاپ رو به صورت دستی آی پی دادم. حالا میام روترم هم همینطور، روترم هم میام آی پی رو به صورت دستی انجام میدم، میام تو تب سی ال آیش. خب و اینجا میاد میگه که میخوای کانفیگور رو خودت به صورت اتوماتیک من انجام بدم. میگم نه، من خودم دستی میخوام انجام بدم این کار رو. خب روتر رو اینیبل بکنم، بعد دستور کانف تی رو میزنم که بره تو واحد در واقع کانفیگور، بعد میرم توی اون اینترفیس گیگی که میخوام آی پی براش ست کنم. حالا
اسمش چیه؟ برای اینکه اسمش رو بتونم متوجه بشم، اینجا من برداشتم اسم اینترفیس هاشو. اینجا میتونید ببینید گیگ سف سف هستش، صفر اسلش صفر. و اینو بردارم که سناریو من خلوت بشه و ادامه دستور رو می نویسم صفر اسلش صفر. خب میرم وارد این اینترفیس میشم، بعد میام همونطور که جلسه گذشته در رابطش صحبت کردیم، باید ابتداعا بیام روشنش کنیم. نو شات داون رو میزنم که به محضی که این رو بزنم میبینید که این الان اینجا چی میشه، در حالت فعال قرار میگیره. بعد آی پی آدرس بهش میدم. خب آی پی که میخوام بهش بدم 192 168 1 1 هستش، با ساب نت ماسک 255 255 255 0. خب خودش هم که گیتوی دیگه نیاز به ست کردن گیتوی نیست. خب آی پی هم پس برای این روتر من ست کردم و این هم به این. حالا بعد از اینکه من اومدم و تمام این پس هم برای این آی پی به صورت دستی ست کردم، هم برای روترم، حالا میام سرویس دی ای سی پی رو راه اندازی میکنم. خب برای این راه اندازی سرویس دی ای سی پی میام از قسمت ان دیوایس ها یک سروری رو اینجا انتخاب میکنم، قرار میدم، قرار هستش که اسم این سرور رو من بذارم چی؟ سرور DHCP سرور. که خب آی پیش هم اگر بخوام مشخص بکنم براتون، ما قرار هست به این در واقع سرور آی پی 192 168 12 رو بدیم، قرار هستش که این آدرس آی پی رو بدیم. خب من یه مقدار هم جابجا بکنم. خب ما قرار هستش پس یه چنین سروری رو داشته باشیم. بعد با استفاده از کابل اتوماتیک من خیلی سریع میام اتصال اینها رو برقرار میکنم. خب یه نکته خیلی مهمی که وجود داره و همیشه باید بهش دقت بکنید اینه که خب گفتیم که DHCP سرور یک سروری هستش که قرار هستش بیاد به کلاینت های ما آی پی به صورت اتوماتیک اختصاص بده، تخصیص بده. ولی دقت کنید که ما به سرور هامون و به اون زیر ساخت های شبکمون مثل روترها و المان های دیگه ای که تو شبکمون هستش الا کلاینت ها هیچ وقت به صورت دستی نمیایم، هیچ وقت به صورت اتوماتیک دی ای سی پی سرور نمیایم آی پی بدیم، همیشه به صورت دستی میایم آی پی شون رو ست میکنیم. چی شد پس؟ همیشه توی شبکه یک استانداردی وجود داره که میگن که سرور های خودتون روتر هاتون رو به صورت دستی بیاین آی پی بدید، باز از دی ای سی پی سرور استفاده نکنید. با استفاده از در واقع این استاندارد و توصیه‌ای که شده، ما همه رو به صورت دستی آی پی میدیم، فقط میذاریم کلاینت هامون از دی ای سی پی سرور استفاده بکنن. خب بریم سراغ این که براش آی پی ست کنیم و کانفیگش رو انجام بدیم. خب قبل از اینکه من آی پی بدم، فراموش نکنید که من اینجا لپتاپ رو به صورت دستی اومدم آی پی دادم، بقیه کلاینت هم هنوز مونده که آی پی ندارن، قراره که از سرویس دی ای سی پی استفاده کنن. موقعی که آی پی ندارن، خب اگه بخوام قبل از اینکه این راه اندازی این سرویس رو بخوام انجام بدم، هنوز من سرویس دی ای سی پی رو راه اندازی نکردم، چرا که بعد اول براش آی پی ست کنم، بعد از اینکه آی پی ست کردم برم سراغ اون سرویس ها که بهتون نشون دادم و سرویسش رو راه اندازی کنم. قبل از اینکه بخوام همه این کارا رو انجام بدم، خب من میدونم که برای پی سی که اینجا هستش آی پی ست نکردم، میام چیکار میکنم؟ میام توی اینجا تو همون تب دسکتاپ توی آی پی کانفیگور،
خب همونطور که میبینید اینجا دو تا روش در واقع آی پی دادن وجود داره، یکی به صورت استاتیک هستش که خب تا حالا ما داشتیم انجام میدادیم، یکی دی ای سی پیه که خب قاعدتا باید بره از دی ای سی پی بگه. اگر الان در وضعیت جاری که من هنوز سرویس دی ای سی پی رو راه اندازی نکردم، بیام روی این گزینه دی ای سی پی کلیک بکنم و یه مقداری صبر بکنم، ببینید اینجا چیکار داره میکنه. این داره ریکوست داد و اومد یک آی پی گرفت، اول ریکوست دی ای سی پی داد فیل شد. چرا؟ چون سرویس دی ای سی پی الان وجود نداره، چون در واقع سرویس هنوز راه اندازی نشده، میاد یک آی پی از رنج اپی پا میگیره و به این دیوایس اختصاص میده تا بتونه این دیوایس آی پی داشته باشه و به شبکه وصل بشه و بتونه در واقع تبادل داده خودش رو انجام بده. خب این اپی پا چی هستش؟ اپی پا مخفف اتوماتیک پرایویت آی پی آدرسینگ هستش. این در واقع یک آدرس آی پی هستش که به صورت خودکار برای دیوایس هایی که تحت سیستم عامل مایکروسافت مبتنی بر ویندوز کار میکنن، این آی پی میاد به اونها اختصاص داده میشه تا در صورت نبود این سرویس دی ای سی پی بتونه به صورت خودکار به اینها یه آی پی رو اختصاص بده تا بتونن این دیوایس ها هم به شبکه وصل بشن و کار خودشون رو انجام بدن. خب من میام چیکار میکنم اینجا؟ پس می نویسم رنج آی پی اپی پا معمولا چی هستش؟ معمولا رنج آی پی اپی پا به این صورت 169 نقطه 254 نقطه 0 نقطه 0 تا 169 254 255 255. خب معمولا وقتی ما میخوایم از آی پی در واقع رنج آی پی اپی پا استفاده بکنیم، از این آی پی آدرس تا این آی پی آدرس، یکی از این آی پی آدرس ها رو به اون دیوایس مد نظر ما اختصاص میده. الان نگاه بکنید، الان اینجا توی پی سی من اومده 169.254.34.56 رو همونطور که میبینید توی این رنج قرار داره، اختصاص داده به این پی سی و با این سابنت ماسک و خب حالا دیفالت گیتوی و دی ان اس هم براش مشخص نکرده. خب من میتونم برای پرینتر خودم هم که الان آی پی هنوز بهش اختصاص داده نشده، از رنج اپی پا بهش آی پی بدم. میام توی کانفیگور، میام توی تب در واقع اینترفیس فست اترنتش و از حالت استاتیک خارج میکنم، میبرمش تو دی ای سی پی. خب این الان میاد ریکوست دی ای سی پی میزنه، فیل میشه چون هنوز وجود نداره. یه رنج اپی پای دیگه میگیره، میبینید که دو تا عدد آخرش 3219 بهش اختصاص داده شده از این رنج آی پی. خب این هم از بحث آی پی اپی پا. حالا من یک بار فقط این هم بهتون نشون بدم که وقتی از رنج اپی پا ما به این آی پی آدرس اختصاص داده میشه، میتونیم پینگش هم انجام بدیم. یعنی اینطور نیستش که این آی پی آدرس بدون کاربرد باشه، شما میتونید پینگ انجام بدید و دقیقا ببینید که این آی پی آدرس کاربردی و مورد استفاده هستش. برای اینکه من این سفر رو بتونم داشته باشم و نره پشت، این دکمه تاپ رو میزنم که اینجا بمونه. بعد میام توی پی سی، میام توی در واقع کامند پرامپت و این آدرس آی پی رو پینگ میکنم. پینگ میکنم 169.254.3.219. اگه من اینو اینتر کنم، همونطور که میبینید
اینجا من الان پینگش رو دارم و معلومه که متصل شدن اینها به شبکه و میتونم ازشون استفاده کنم. خب این هم از این در واقع API ها. یه نکته‌ای که وجود داره اینه که نکته‌ای که وجود داره این هستش که سرور DHCP اگر شما راه اندازی نکرده باشید، توی سناریوتون نداشته باشید و یا اینکه به هر دلیلی این سرور DHCP تون در حین کار داون بشه، از کار بیفته، اون IP اپیپا، اون در واقع رنج IP اپیپا میاد فعال میشه و به اون دیوایس هایی که جدید به سناریوتون اضافه میشه، یا اینکه اون در واقع دیوایس هایی که نیاز هستش IPشون عوض بشه، تغییر کنه، به صورت خودکار این در واقع IP رو میده تا اونها هم از شبکه خارج نشن و بتونن استفاده بکنن. نکته مهمش هم اینه که هر کدوم از این در واقع دیوایس هایی که IP اپیپا بهش اختصاص داده شده تا 5 دقیقه روی کارت شبکهشون این آدرس آی پی میمونه. بعد 5 دقیقه دوباره میره دنبال آدرس در واقع DHCP سرور میگرده. اگر DHCP سرور از حالت داون خارج شده بود و تونسته بود که به شبکه من، به سناریوی من اضافه بشه، که خب اون DHCP سرور به اونها IP میده. اما اگر در واقع هنوز به سناریوی من اضافه نشده بود، اینها به همون در واقع روال قبلی خودشون ادامه میدن. خب من برم سراغ این که اینو راه اندازی کنم خیلی سریع. خب میام توی قسمت DHCP، اول میام اینجا IP براش مشخص میکنم. خب همونطور که مطرح کردیم، برای سرورها، برای زیر ساختهای خودمون حتما IP رو به صورت دستی میدیم. 192 168 1 2 رو اختصاص میدیم به این، همونطور که اینجا نوشتم، اینجا 1 2 رو قرار شد که بهش بدیم. با این سابنت ماسک و دیفالت گیتویش رو میگه یه چی قرار بدم لبه شبکه 192 168 1 1 میگم قرار بده. DNS هم حالا ما میخوایم چون اینجا پیاده سازی بکنیم، فعلا هنوز پیاده سازی نکردیم ولی قرار هستش با این آدرس IP DNS داشته باشیم. 1 3 192 168 1 3 رو اینجا میام قرار میدم. خب این آدرس IP شد که برای سرورم اومدم اختصاص دادم. حالا بریم سراغ این که سرویس DHCP رو راه اندازی کنیم. من اینو اینجا کلیک میکنم، یک تب سرویسز وجود داره، میام توی اینجا. اگر نگاه بکنید، ما توی این لیست سرویس هایی که اینجا قرار داره سرویس DHCP رو میبینیم اینجا. خب توی اینجا در ابتدای کار در واقع خاموش هستش، آفه، میام اینو روشن میکنم، فعالش میکنم. خب سرور منم یه کارت شبکه بیشتر نداره، برای همین کارت شبکه یه فست اترنت صفرش دارم، این سرویس رو راه اندازی میکنم. اسم دیفالت این سرویس رو من سرور پور به صورت دیفالت خودش قرار داده و من دیگه دست نمیزنم، تغییر نمیدم. به من میگه که گیتوی آدرس لبه شبکه چیه؟ میگم 192 168 1 1 هستش. میگه DNS چیه؟ خب من بعدا قراره که DNS رو اضافه بکنم. حالا الان اینجا قرارش میدم 192 168 1 3. بعدا انشاءالله سرویس DNS هم اینجا الان راه اندازی خواهیم کرد. خب بعد اینجا به من میگه IP آدرس که میخوای در واقع به کلاینت هات اختصاص داده بشه، استارت یا شروع IP آدرست از کجا باشه؟ من میگم اولین IP آدرسی که به کلاینت ها میخوای اختصاص بدی از 192 168 110 به سمت بالا باشه. پس از 110 بده برو به سمت بالا. درست شد؟ حالا بعد میگه سابنت ماسک هم همین باشه. درسته؟ با این سابنت ماسک من میتونم 255 تا یوزر رو چیکار کنم؟ IP بدم.
خب یه موقع شما میگید تعداد یوزرهای من امکان داره بیشتر باشه، چیکار کنم؟ میگم که شما بیاید اینجا این عدد 255 رو بذارید 254، بعد در هول و هوش 500 تا یوزر یا یه مقدار کمتر بیشتر شما میتونید اینجا یوزر تعریف کنید. اگر بیشتر خواستین تعریف کنید خب عدد اینو کمتر میکنید. هر یه دونه از این عددها 255 تا یوزر در اختیار شما قرار میده. خب من الان چون 255 تا یوزر برام کافیه، پس اینو عدد 255 میذارم. خب من اینجا الان سرویس TFTP رو چون هنوز راه اندازی نکردم اینو در همین حالت دیفالت خودش قرار میدم و یک سرویس دیگه ای هم اینجا تحت عنوان وایرلس لن کنترلر که مخفف WLC هستش قرار داده، که باز این هم چون من هنوز راه اندازی نکردم صفر قرار میدم و گزینه سیو رو و اد رو میزنم. خب فکر میکنم بعد سیو رو میزنم. بعد خب من اینا رو سیف کردم، پس در واقع یک سرویس با این نام، با این دیفالت گیتوی، با این DNS، با این IP آدرس شروع استارت شروع کردم و اینجا اد کردم. یه نکته ای، چرا تعداد یوزرها رو 246 تا داره به من نشون میده؟ اگر خاطرتون باشه من گفتم آدرس IP من از 10 شروع بشه به سمت بالا، پس 10 تا کم میکنه از 255 تا 9 تا کم میکنه و اینجا قرار میده. خب این هم در رابطه با این. خب پس من تونستم با موفقیت این سرویس رو راه اندازی بکنم. حالا برای اینکه ببینم این سرویس من کار میکنه یا نه، میام به این دوتا دیوایسی که به صورت اپیپا IP آدرس دادم، این دفعه میام از DHCP IP میگیرم. چجوری؟ میام تو همین IP کانفیگور، خب اینجا یک بار میبرمش در حالت استاتیک، دوباره برش میگردونم در حالت DHCP. این ریکوست میده و میبینید که به صورت درست، به صورت ساکسسفول چی میشه؟ از DHCP سرور IP آدرس میگیره. چه IP آدرسی میگیره؟ سر 92.168.1.10، یعنی اولین IP آدرس رو میاد به این اختصاص میده. درست شد؟ اولین IP آدرس رو میاد به PC اختصاص میده. حالا من برای پرینتر هم برم این IP آدرس رو اختصاص بدم. قبل از اینکه این رو انجام بدم دوست دارم از تب سیمولیشن به شما نشون بدم که چجوری چه بسته هایی رو رد و بدل میکنه تا بتونه این DHCP رو IP رو بگیره. خب من میام اینها رو ور میدارم. خب توی فیلتر ها میگم فقط بسته DHCP رو به من نشون بده که من ببینم به چه صورته. اگر خواستید دقیق ترش رو ببینید ARP و ICMP رو هم اینجا بزنید، چرا که وقتی که در واقع بسته DHCP میخواد ارسال و جنریت بشه نیاز به ARP و ICMP داره، که خب باید بدونه که اون در واقع قبلش باید بدونه که اون مک ادرس دستینیشنش چیه. قاعدتا یه ARP یا بهتر بگم GARP میزنه که gratuitous ARP هستش و حالا خیلی نمیخوام در رابطه با جزئیاتش حرف بزنم. پس اینجا یادتون باشه که به ARP و ICMP هم نیاز داره. حالا خب فعلا بس ما با همین DHCP کارمون رو جلو میبریم. پس حالا میخوام به این پرینتر خودم چیکار کنم؟ از DHCP سرورم یه IP بگیره. چیکار میکنم؟ میام توی فست اترنت و اینجا یه بار در حالت استاتیک و بعد در حالت DHCP قرارش میدم. خب همونطور که شما اینجا ملاحظه میکنید اینجا بسته در واقع DHCP برای من جنریت شد. خب یادتون باشه بسته های DHCP بسته های برودکست هستن، پس بسته های برود در واقع DHCP برودکستن، چه زمانی که سرور داره درخواست های DHCP رو میگیره، چه داره وقتی خودش پاسخ DHCP رو میده. پس چه درخواستش چه پاسخش جفتشون برودکست هستش و این DHCP طی یک فرایند 4 مرحله‌ای IP آدرس چیکار میکنه؟ به اون دیوایس مد نظر ما اختصاص میده. نها کنید الان این میاد به
سویچ میرسه، برودکست میشه، برمیگرده بار بعد. و به نظر میرسه که اینجا دیگه 4 مرحله تموم شد و اینجا باید آی پی آدرس رو نشون بده. خب هنوز 4 مرحله تموم نشده، اینجا دیگه قاعدتا باید 4 مرحله تموم شده باشه. بله اینجا دیگه میبینیم که 4 در واقع استپ و مرحله گذشت و آی پی 192 168 112 رو به من داد. حالا یه نکته خیلی مهم توی این ارتباط میخوام بهتون نشون بدم. ببینید اینجا اومد آی پی 192 168 110 رو به پی سی اختصاص داد. من انتظار داشتم که به پرینترم هم 192 168 112 رو بده. چرا؟ چون 111 رو من خودم به صورت دستی به این لپتاپ داده بودم. دوست داشتم که در واقع این سرویس DHCP من متوجه بشه که من اینو به صورت دستی برای این لپتاپ ست کردم. 11 رو دیگه برای پرینتر اختصاص نده، بیاد 12 رو اختصاص بده و دیدیم که دقیقا همین کارو کرد و 12 رو به پرینتر خودم اختصاص داد. چجوری این کار رو انجام میده؟ وقتی که سرور DHCP میخواد بیاد IP به اون دیوایس مد نظر من اختصاص بده، مثلا میخواد IP 11 رو اختصاص بده، چرا که بعد از 10 11 هستش، میاد توی شبکه چک میکنه، پینگ میکنه، بررسی میکنه. اگه خاطرتون باشه یک بسته بنفش رنگی اینجا شما دیدید که اومد به سمت این لپتاپه. وقتی داره اینجا میاد پینگ میکنه، میبینه که لپتاپ آی پی آدرس 11 رو داره، پس میفهمه که 11 رو ما آی پی آدرسش رو داریم، پس میره آی پی آدرس بعدی رو سرچ میکنه 12. وقتی 12 رو سرچ میکنه توی شبکه و میبینه که 12 به کسی داده نشده، خب میاد به این آی پی آدرس 12 رو میده. این هم در رابطه با این موضوع و داستان آی پی آدرس دادن و سرویس DHCP. خب سرویس DHCP یک سرویسی هستش که با پورت 68 ریکوست و درخواستش ارسال میشه و پاسخش با پورت 67 در حالت لیسن داده میشه. یعنی این سرور در حالت لیسن قرار گرفته با پورت 67، منتظره که درخواست DHCP بیاد بهشون IP اختصاص بده. حالا اما اگه خاطرتون باشه فقط ما سرویس DHCP نداشتیم، بریم سراغ بقیه سرویس ها. یه سرویس دیگه که ما توی شبکه میتونیم راه اندازی کنیم و توی سناریوی خودمون داشته باشیم چه سرویسی هستش؟ فرض کنید خب ما توی سازمان خودمون میخوایم یک سروری رو داشته باشیم و روی اون سرور سایت خودمون رو راه اندازی کنیم، یه وبسایت داریم، پس بعد یک سروری تحت عنوان وب سرور راه اندازی کنیم تا اون اتوماسیون اداری وبسایتمون رو از طریق اون وب سرور ببینیم و اجرا کنیم و پیاده سازی بکنیم. پس طبق معمول دوباره من میام تو ان دیوایس ها، میام تو اینجا یک سرور جدید رو اینجا اضافه میکنم، اسمش رو میذارم وب سرور و آی پی آدرس 192.168.1.4 رو بهش اختصاص میدم. ایشالا بعد DNS هم در رابطهش صحبت میکنم که 3 رو باید بهش اختصاص بدیم. خب اینجا من کانکشنش هم به صورت اتوماتیک وصل میکنم. بعد بریم سراغ این که آی پی رو براش ست بکنیم. میام توی اینجا همین آی پی رو ست میکنم براش. قرار شد که به سرورهامون آی پی رو دستی بدیم، از DHCP نگیریم. خب این هم سابنت ماسکمون، دیفالت گیتوی‌مون هم که 192.168.1.1 هستش.
و DNS هم که بعدا میخوایم پیاده سازی بکنیم، سرنوشت 168 1 3 هستش. خب اینم از IP آدرس که به این سرور خودم اختصاص دادم. حالا میرم تو تب سرویسز و میام توی قسمت HTTP که مربوط میشه به وب سرور خودم. خب توی HTTP سرور یا وب سرور خودم، من هم HTTP دارم هم HTTPS که میبینید هر جفتش در وضعیت دیفالت آن قرار گرفته، روشنه. حالا برای اینکه من نشون بدم که این در واقع سایت من، یه مقدار تغییرات روش اعمال کنم که نشون بدم این سایت سایت سازمان ما هستش، میام از قسمت اینجا ایندکس HTML یه مقدار محتوای سایت رو عوض میکنم. مثلا چیکار میکنم؟ اینجا نوشته Welcome to Cisco Packet Tracer فلان، من میام چیکار میکنم؟ من میام تا اینجا می نویسم مثلا Welcome to آز مثلا شبکه، بعد به این صورت اینجوری هم قرار میدم و ادیتش میکنم و سیوش میکنم. خب این شد در واقع سرویس DHCP من. حالا من میخوام کلاینت های من میخوان چیکار کنم؟ میخوان بیان و به این سایت و وبسایتشون وصل بشن. چجوری میان این کار رو انجام میدن؟ میان تو قسمت PC، اینجا یک تبی رو برای مرورگر داره، وب براوزر داره، شما میتونید کلیک بکنید. خب و آدرس IP اون وب سرور رو شما اینجا اگر بزنید 192.168.1 چند بود؟ 4 بود. اگر من این رو کلیک بکنم سایت من نمایش داده میشه و اون تغییرات رو میبینید اینجا هم داریم و ازش داره استفاده میکنه. خب این هم شده از سرویس وب سرور که میتونیم به این صورت راه اندازی بکنیم. اما یه نکته ایم. 2 روز دیگه شما این آدرس IP وب سرورتون که 192.168.1.4 هستش رو فرض کنید میخواین عوض کنید، باید برید به همه کارمنداتون که توی شرکته بگید آقا آدرس IPش از 192 از 4 مثلا تغییر کرده به 7، از 4 به 7 تغییر کرده. خب یه چنین کاری آیا معقوله؟ به نظر درست میرسه؟ به نظر کار خیلی سخت و دشواریه و به نظر درست نمیرسه. علاوه بر این کلاینت ها یا کاربرای ما حفظ کردن IP براشون دشواره، سخته که بخواد یه آدرس IP رو چیکار کنن؟ حفظ بکنن. پس چیکار میکنن؟ پس برای اینکه ما بتونیم این مشکل رو برطرف کنیم، میایم یک اسم به این آدرس IP اختصاص میدیم، اسم در واقع سایت مشخص میکنیم. وقتی اسم مشخص کنیم، استفاده از اسم چیه؟ کار آسونتر و راحت تریه. برای که بتونم اینجا برای این آدرس IP یک اسم منحصر به فرد در نظر بگیرم که هر وقت این اسم رو زدم مثلا بره به این آدرس IP و وصل بشه به اون در واقع وب سرور خودم، باید یک سرویسی رو تحت عنوان DNS راه اندازی بکنم که خب DNS سرور یکی از در واقع کارهاش همینه که بیا چیکار کنه. کارهای مختلفی داره، یکی از کاربردهاش و کارهاش اینه که اسم رو معادل IPش پیدا میکنه و شما میتونید وصلید به اون معادل IP که مد نظر هستش. خب من بیام پس یک سرویسی رو تحت عنوان DNS سرور DNS سرور راه اندازی میکنم. آدرس IP هم که میخوام بهش بدم 192.168.1.3 هستش. به وسیله کابل اتوماتیک کانکشن اینها رو هم برقرار میکنم.
آی پی دستی هم برای ست میکنم. با این ساب نت ماسک دیفالت گیتویش هم میذارم همون 192.168.1.1. دی ان اس هم که خب چون خودش دی ان اس دیگه براش دی ان اس ست نمی کنم. خب اینجا تا اینجا پس آدرس آی پی رو براش مشخص کردم. میام توی سرویس ها و میام توی قسمت سرویس دی ان اس. خب سرویس دی ان اس در ابتدای کار به صورت دیفالت چی هستش؟ خاموش هستش. من میام چیکارش میکنم؟ روشنش میکنم. خب به من میگه که اون اسم در واقع اون اسم سایتی رو که میخواید مد نظرت هستش رو اینجا بیا بنویس. من میگم اسم مثلا اگه کاربر برای من زد آز شبکه دات او آر جی، مثلا اگر زد آز شبکه دات او آر جی، شما بیا چیکار کن؟ برگردونش به آدرس آی پی 192.168.1.4. این آدرس چیه؟ وب سرور من هستش که وبسایت من روی این سرور در واقع پیاده سازی شده و اعمال شده. پس اگر کاربر من این رو زد، شما بیا به این آدرس آی پی، این آدرس آی پی رو براش مشخص کن معادلشه تا بتونه بره و به اون وبسایت وصل بشه. تایپش هم حالا تایپ های مختلف ما اینجا داریم، من در وضعیت ای رکورد قرار میدم و دیگه در رابطه با این توضیح نمیدم و این رو اد میکنم، اد میکنم و اینجا میبینید که یک رکورد برای من ایجاد شد. حالا امکان داره کاربر من همینطوری این آدرس رو نزنه، بزنه چی؟ www.az مثلا شبکه.org. این هم من آدرسش رو وارد میکنم تا اگر این آدرس این اسم رو هم زد، من معادل آدرس آی پیش رو برای این دی ان اس سرور تعریف کرده باشم. خب این شد چی؟ پیاده سازی سرویس دی ان اس هم، پس هم با بدون www هم با www رو تعریف کردیم و دیدیم که به چه صورت هستش. حالا میام از پی سی خودم این دفعه توی وب براوزر میام چیکار میکنم؟ همون آدرسی رو که دارم، مثلا چی؟ www.az شبکه .org رو چیکار میکنم؟ URLش رو اینجا مینویسم و اینجا به محضی که کلیک بکنم این آدرس برای من، این سایت برای من نمایش داده میشه. به چه صورت؟ اول این URL و این اسمی رو که من زدم میره توی سرور DNS، اول میره توی سرور DNS، معادل IPش رو به دست میاره که این در واقع وب سرور من IPش چیه. آی پی شو که به دست آورد برمیگرده و میاد توی وب سرور من و بعد جواب پاسخ وب سرور من اون سایت هستش که برای مثلا پی سی چی میشه؟ نمایش گذاشته میشه. برای پی سی من به نمایش گذاشته میشه. خب اینجا من الان چیکار کردم؟ با HTTP زدم. اگر با HTTPS هم بزنم شما میبینید که کار میکنه، من اینتر میزنم کار میکنه و سایت رو برای من نمایش میده. خب این هم در رابطه با این موضوع. یادتون باشه که پورت های HTTP و HTTPS، پورت HTTP 80 و پورت HTTPS پورت 443 هستش. پورت ها خوبه که شما در واقع شماره پورت ها رو هم بدونید که بعدا مثلا خواستین یه فایروالی رو ببندین، یه اکسس لیستی رو بنویسین یا یه کاری رو انجام بدید، این پورت ها رو بدونید. خب من اینجا برای اینکه بدونید اینجا اینا می نویسم. اینا رو ببینید، DHCP پورت چی رو داره؟ پورت DHCP پورت 67 رو داره. وب سرور من پورت
اگر HTTP باشه 80 رو داره، اگر HTTPS باشه 443 رو داره، و اگر DNS هم بنویسم پورتش رو، DNS هم پورت 53 رو داره و ازش میتونید استفاده بکنید. این که بخوای همه رو توی یه دونه در واقع سرور راه اندازی بکنید، فکر میکنم که امکانش وجود داشته باشه، ولی حالا برای که من بتونم برای شما این در واقع سناریو رو به صورت مجزا داشته باشم و به این صورت قرار بدم، دونه دونه دارم قرار میدم هر کدوم و هر سرور رو میذارم مختص یک کار. این که بخواد چند تا کار انجام بده رو حقیقتا خودم چک نکردم، ولی فکر میکنم امکانش وجود داشته باشه که شما بتونید از اون استفاده کنید، مثلا هم DNS باشه هم وب سرور باشه. میتونید اینو تو خونه چک بکنید ببینید مثلا میتونید دوتا رو داشته باشید روی یه دونه سرور. این سوال خیلی جالب و خوبی میتونه باشه. خب بریم سراغ بقیه کارمون. حالا فرض کنید من الان اینجا از لپتاپم میخوام اون آدرس سایتم رو اینجا چیکار کنم؟ بنویسم www مثلا آز شبکه.org. خب اینو من وقتی که کلیک میکنم انتظار دارم سایت رو ببینم، اما نمیبینم. علت چیه؟ مشکل کجاست؟ خب اگر خاطرتون باشه من لپتاپم رو IP دستی داده بودم. بله دقیقا IP دستی داده بودم و براش DNS ست نکرده بودم. اینجا باید بیام DNSش رو ست کنم، 192.168.1.3. خب وقتی IP رو به صورت دستی میدین، باید یکی از مشکلاتش همینه دیگه، که باید به همه چیزهاش دقت کنید، به همه کاراش دقت کنید که همه کاراش به دوش شما میافته که بتونید اینها رو براش تعریف کنید. خب حالا من وقتی اینجا میام تعریفش میکنم، اگر بیام توی اینجا و یک بار دیگه آدرس سایتمون رو بزنیم، خب این دفعه به من نشون میده، چرا که سرویس DNS رو DNS براش ست کردم. خب اما بریم سراغ یک سرویس دیگه. سرویس بعدی که میخوام در رابطش باهاتون صحبت بکنم، اینجا بذاریم سرویس ها اونقدر زیاد شد که سناریو ما هم به این صورت شده. خب یه سرویس دیگه تحت عنوان NTP سرور که مخفف نت تایم پروتکل هستش، یه پروتکل قدیمیه که برای ست کردن ساعت سیستم ها به کار میره، که شما مثلا میتونید ببینید که ساعتتون چنده. خب من چه IP آدرسی رو باید بهش اختصاص بدم؟ 192.168. اگه خاطرتون باشه من 10 تا IP آدرس اولیه رو برای خودم برای این سرورها اختصاص دادم، به خاطر همین اینجا یکی از دوستان الان من دارم فکر میکنم، بذارید من یه نگاه بندازم. آقای زنگنه پرسیدن که ما میتونیم در واقع چیکار کنیم، دو تا از این سرویس ها رو روی سرور پیاده سازی بکنیم. فکر میکنم امکان پیاده سازیش وجود نداره. علتش هم اینه که ما داریم IP آدرس مشخص میکنیم برای هر سرویسمون، به تعداد در واقع کارت شبکه ها شما میتونید چیکار کنید؟ اینجا بیاین و سرویس راه اندازی کنید، یعنی به ازای هر سرویس یه آدرس IP شما نیاز دارین دیگه، درسته؟ حالا اینجا نگاه کنید، من اینو از حالت چیز در بیارم. ما توی اینجا سرورمون چند تا کارت شبکه داره؟ دو تا. پس شما رو هر سرور به احتمال زیاد میتونید دو تا سرویس رو راه اندازی کنید،
بیشتر از اون امکانش وجود نداره. به تعداد کارت شبکه هاتون که هر کدوم یه آدرس آی پی میگیرن، شما میتونید چیکار کنید؟ بیاین و اون سرویس های مد نظر رو قرار بدید روی یک سرور. خب داشتم آدرس آی پی اینجا رو در رابطش صحبت میکردیم، 192.168.1.5 رو میایم به این اختصاص میدیم. برای در واقع این آدرس آی پی هستش که برای این چیه سرویس هستش. خب من میام کانکشنش هم اینجا برقرار میکنم. خب حالا قبل از اینکه من این سرویس رو راه اندازی بکنم، میام از روتر خودم، خب اینجا توی تب CLI اینیبل میکنم روتر خودم رو، بعد ببینم شو کلاک رو داریم ما اینجا، بله شو کلاک رو میزنم. خب همونطور که میبینید وقتی من اینجا شو کلاک میزنم به من میگه شما در سال 1993 هستی و اینم ساعتته. خب داره اشتباه به من اینو میده دیگه، تاریخ و ساعت رو اشتباه میده. خب من میام اینجا سرویس NTP رو راه اندازی میکنم. خب قبل از اینکه NTP رو راه اندازی کنم، فراموش نمی کنم که برم و آدرس IP بهش بدم، 192.168.1.5 رو به این اختصاص میدم، 1.5 رو به این اختصاص میدم با این سابنت ماسک و گیتویش هم که به این صورت میشه. DNS هم که دیگه مشخص کردیم و به این صورت هستش، 192.168.1.3 هستش. خب این هم از این آدرس ست کردن آدرس IP. بعد میام تو قسمت سرویس ها، یک سرویسی تحت عنوان NTP اینجا داریم که میخوایم پیاده سازی کنیم. خب میبینید که به صورت پیشفرض روشن هستش و فعلا من آتنتیکیشن نمیخوام براش. میتونید شما آتنتیکیشنش رو اینیبل کنید و هر کی بخواد تاریخ ببینه یه یوزر و یه پس بگیره بعد تاریخ بهتون نمایش بده، ولی حالا من میذارم دیسیبل باشه. خب ساعت رو داره درست نشون میده و تاریخ هم که 23 نوامبر هستش اون هم داره درست اینجا به من نشون میده. خب حالا من میام چیکار میکنم؟ این الان درست شد دیگه. میام اینجا توی روتر خودم براش اول تعریف میکنم که آقا ما یه چنین سرویس رو داریم، بعد حالا میریم سراغ این که ببینیم درست نشون میده تاریخ رو یا نه. پس چیکار میکنم؟ من میام توی کانفیگور، وضعیت کانفیگور روترم قرار میگیرم، بعد اینجا می نویسم NTP، بله NTP رو داره، NTP سرور آدرس IP 192.168.1.5 رو اینجا میگم که سرور چی هستش؟ NTP من هستش که تو باید بری از اون در واقع آدرس اسخای میکنم ساعت و تاریخ رو بگیری. خب اگر شما اون آتنتیکیشنش رو اینیبل کرده بودید اینجا باید کی و یوزرش رو هم چکا میکردید دریافت، یعنی اینجا وارد میکردید. خب من اینجا این رو به این صورت اعمال کردم، کنترل زد میزنم میام بیرون. ببینم اگر من شو کلاک بزنم درست میشه؟ خب این الان درست به من هنوز نشون نمیده، علتش چی میتونه باشه؟
خب درست شد. فکر میکنم اونجا بعد یک بار اونو آف میکردم، بعد آن میکردم، بعد میومدم اینجا چیکار میکردم؟ این عملیات شناسایی، اعمال شناسایی این آدرس آی پی برای NTP رو مشخص میکردم. ببینید الان دقیقا داره تاریخ رو به من درست نشون میده، ساعت هم که خب درسته دیگه. خب این هم در رابطه با سرویس NTP که اینجا شما ملاحظه کردید و تاریخ و ساعت رو به ما میده. یک سرویس دیگه ای وجود داره توی شبکه تحت عنوان سرویس، اینجا من میام قرار میدم این قسمت و اسمش رو میذارم چی؟ سرویسی تحت عنوان سیسلاک سرور یک در واقع سروری هستش که تمام لاگه های شبکه من رو میتونم برم توی این سرور ذخیره بکنم. هر لاگی که هر کدوم از این دیوایس ها میندازه میتونه بره توی اینجا ذخیره بشه. قبلا تو خود دیوایس ها، تو هر کدوم از این دیوایس ها، چه تو روتر هامون ها، می اومد ذخیره میشد لاگ ها. حالا من میخوام همه لاگ های شبکه‌مون رو ببرم توی این سرور ذخیره سازی بکنم. خب 192 168 1 6 رو بهش اختصاص میدم. پورت هم من یادم رفت پورت NTP رو بنویسم براتون. پورت NTP من اینجا بنویسم، پورت NTP 123 هستش و پورت سیسلاک هم پورتش هست 514. خب این هم به این صورت کانکشنش هم من وصل بکنم. خب بریم اینجا من سریع آی پیش هم ست بکنم. این هم از ست کردن آی پی که اینجا انجام دادم. حالا میرم تو تب سرویسز و میبینید که اینجا سیسلاگ رو اینجا داره من نشون میده. خب در حالت پیش‌فرض یا دیفالتش روشنه. من یک بار هم برای اینکه این مشکل نداشته باشه اینو خاموش روشنش میکنم، بعد میرم سراغ، حالا میخوام یه لاگ بندازه سیستم من تا بتونم این کار رو انجام بدم. قبل از اون باید بهش بشناسونم که چیه. میتونم از این در واقع لاگین استفاده بکنم. ببینم لاگین دارم اینجا من، لاگ آوت نه، میخوام از لاگین استفاده کنم، ندارم. خب بس باید برم توی وضعیت کانفیگور سرورم، اینجا امیدوارم که داشته باشم لاگین رو. درست اینجا دارم. خب باید بزنم لاگین اون هاست که آی پی آدرس براش مشخص کنم، بعد سرور در واقع سیسلاگ هم رو به روترم بشناسونم که چه آدرس آی پی داره که بتونه لاگ های خودش رو که میندازه بفرسته به اون سمت چی؟ سرور سیسلاگ. خب اینجا پس هاست رو میزنم، بعد اینجا آها میگه باید برای هاست خودت یه آدرس آی پی مشخص کنی. میگه این سناریوی شما یه دونه چی داره؟ سیسلاگ داره، یه سیسلاگ سرور داره. آدرس آی پی شو نمیدونم، به من بگو چه آدرس آی پی داره. میگم 192.168.1.6 رو براش مشخص کردم. درست شد. خب این رو اینجا پس براش تعریف میکنم که سرورش چیه. حالا یه کنترل زد میزنم میام بیرون. ببینید اینجا من یه مقدار بزرگ کنم، این یه لاگ سطح 5ه،
اینم یه لاگ سطح 6ه که اینجا انداخته. این لاگ سطح 6ه مثلا چیکار داره میکنه؟ اینجا میره برای اینکه مشخص بشه برای خودش که یه چنین سروری وجود داره با این آدرس آی پی، منظورم سرور سیسلاگ هستش، میاد یک بار تست میکنه این آدرس آی پی و اون با این پورتی که خدمتون گفتم پورت 514 چیکار میکنه؟ یه بار میره استارت میکنه، جنریت میکنه، ببینه که یه چنین سروری توش سناریو شبکه من وجود داره یا نه. پس این در واقع لاگ سطح 5 هست 6 هستش که اینجا برای خودش قرار میده. حالا من اگه برم اون طرف فکر میکنم باید لاگ های خودم رو اینجا داشته باشم. یک بار دیگه چون حالا برای اولین بار بود من اینجا داشتم چیکار میکردم، برای این روتر این در واقع سرویس رو راه اندازی میکردم، یه بار دیگه اینجا پس من یه لاگ سطح 5 اینجا ایجاد میکنم. حالا برم ببینم اینجا توی سیس لاگم، بله اینجا یه دونه لاگ اومد نشست، اینجا یه لاگ نشسته میگه که این لاگ تو توی این زمان اومده. حالا زمانش رو شما پیری کنید میتونید ببینید و از طرف این در واقع دیوایس اومده که 192.168.1.1 هستش و مسیجش هم اینه. اگر دو بار روش کلیک کنید اون محتواهای داخلش رو میتونید ببینید و اون لایه میاد اینجا ذخیره میشه. شما پس کل لایه های سناریو و شبکه خودتون رو میتونید بیان روی یه دونه سروری تحت عنوان سیسلاگ چیکار کنید، پیاده سازی بکنید. خب این هم در رابطه با این داستان. بریم سراغ یه سرور دیگه. سرور بعدی که میخوام در رابطهش صحبت کنم سرور چی هستش؟ میل سرور هستش. خب میل سرور خب مسلما همونطور که میدونید برای ارسال و دریافت ایمیل استفاده میشه. 192.168.1.7 رو بهش اختصاص میدم. حالا پورتش هم اگر بخوام بنویسم فراموش نکنم، ببینید دو تا پورت داره، یه دونه برای ارسال ایمیل با پورت 25 عمل میکنه پورت نامبرش، برای دریافت ایمیل ما تو شبکه از دو نوع پورت استفاده میکنیم. یک پورت پاپ 3 هستش که حالا پورت 110، یه دونم پروتکل در واقع آی مپ هستش. توی چیز پکت تریسر که ما داریم اینجا استفاده میکنیم پاپ 3 اومده پیاده سازی کرده، پس ما پورت نامبر 110 رو داریم و ازش استفاده میکنیم. پس برای ارسال ایمیل از 25 استفاده میکنه، برای دریافت از 110 استفاده میکنه. خب من اینجا میام این هم وصلش میکنم. خب دیگه مجبور شدیم این طرف بذاریم چون دیگه جا نبود اون طرف. خب بریم سراغ این که سری من یه آی پی هم برای ست کنم اینجا. یک هفت و این هم این DNS. خب بعد بریم سراغ سرویس میلمون. خب برای اینکه ایمیل راه اندازی کنیم اینجا یک سرویس ایمیل داریم، میایم اینجا میبینید که هم در واقع SMTP که برای چیه؟ پروتکل برای ارسال ایمیل هستش با پورت 25 آن هستش، هم پاپ 3 که برای دریافت ایمیل هستش آن هستش. حالا اینجا به من میگه که بعد از اینکه اینجا این کار رو انجام دادم، اینجا به من میگه که شما دامنت رو مشخص کن، چه دامنه ای رو میخوای داشته باشی برای ایمیلت. میگم خب دامنم میخوام مثلا باشه azshabake.org، مثلا میخوام یه چنین دامنه ای رو داشته باشم. خب پس میام این دامنه رو اینجا ست میکنم. به من میگه حالا این دامنه رو قراره چه یوزرهایی ازش استفاده کنم. خب یوزرهاش هم تعریف میکنم، مثلا میگم یه یوزر تست دارم با این پسورد، خب اد میکنم. یه تست دو هم دارم، یه تست دو هم دارم که پسوردش این هستش، درست شد؟
حالا پس یه تست یک تعریف کردم، یه تست دو، و به این صورت اینجا عدشون کردم. خب حالا این در واقع یوزرها و این تعریف شد. حالا میام چیکار میکنم؟ اینجا میبندم. حالا فرض کنید که من میخوام در واقع از لپتاپم بیام و به یکی از این مثلا به از پیسیم به لپتاپم ایمیل بدم. خب اول باید بیام روی پیسی این ایمیل رو راه اندازی کنم. کجا هستش؟ اینجا. اینجا ایمیل رو شما میتونید بیاین اینجا راه اندازی کنید برای پیسیتون. خب برای اینکه راه اندازی کنید اول میگه که چی؟ اول به من میگه که اسم در واقع اون ایمیلت چی میخواد باشه، اسم یوزرت، اسم خودت میخواد چی باشه. من میگم تست میخوام باشه. بعد آدرس ایمیلت چی باشه، میگم تست ادساین، همون دامنه که اونجا مشخص کرده بودم، آز شبکه دات او آر جی باشه. خب پس اینم آدرس ایمیلم. بعد میگه که به چه سروری میخوای وصل شی برای ایمیل میل سرورت. آدرس آی پی میل سرورم 192.168.1.7 بود دیگه که گذاشته بودم اینجا، درست. این رو اینجا برای اینکامینگش همین رو قرار میدم، برای آوتکامینگش هم همین رو قرار میدم. پس برای سند و ریسیو دقیقا همین آدرس رو قرار میدم. بعد میگه یوزرت، باز من تست رو قرار میدم، یا یوزر تست قرار میدم، و میگم پسوردم هم یک چنین چیزی 1 2 3 4 5 6 باشه. بعد اینجا این رو سیو میکنم، وارد ایمیلم میشم، ایمیلم ساخته شد. خب من برم سمت لپتاپم و اون طرفم این در واقع ایمیل رو براش ایجاد بکنم. خب میذارم تست دو دیگه، اینجا مثلا تست دو، آدرس ایمیلش تست دو ادساین آز شبکه دات او آر جی هستش، و این آدرس میلمونه آی پی آدرس اینکامینگ و آوتکامینگش رو مشخص میکنم. یوزرش رو که تست دو قرار میدم و پسوردش هم میذارم 6 5 4 3 2 1. خب اینم پس اینجا ایجاد میکنم و خب اینم رفتم اینجا. حالا من از لپتاپ، الان از لپتاپم میخوام به پی سیم یه ایمیل بزنم. میام تو قسمت کامپوز. خب میگه که اون آدرس ایمیلی که میخوای رو تو وارد کن. میگم آدرس ایمیلش هست تست ادساین آز شبکه دات او آر جی، درست شد. بعد سابجکتشو مثلا میذارم های، و متن میگه چه متنی، متنش هم میذارم مثلا تستینگ، دارم تست میکنم، برای تست این ایمیل رو میخوام بفرستم. خب اینو ارسال میکنم، به نظر میرسه که ارسال شده. میام توی پی سی ببینم که توی قسمت ریسیو میام ببینم بله یه ایمیل دریافت کردم از تست دو، این سابجکت رو داره و این در واقع چیزو داره که من اگر روش کلیک هم بکنم دقیقا همه اینا رو به من نشون میده و میگه که تو چه زمان و تاریخی این ایمیل برای شما ارسال شده. خب این هم شد پس از سرویس، در واقع سرویس چی؟ میل سرور که برای ایمیل استفاده میشه. یه سرویس پرکاربرد دیگه که این روزا خیلی به نظر میرسه که اسمش هم شنیده باشید، سرویس FTP هستش، فایل ترانسفر پروتکل. که خب پس دوباره میام اینجا اینو ایجاد میکنم و اسمش هم بنویسم FTP سرور. سرویس بعدیه که خب آدرس IP 192.168.1.8 رو بهش اختصاص میدم. پورت نامبرش هم در واقع دو تا بنویسم. پورتش رو دقت کنید، برای احراز هویت از پورت 21 استفاده میکنه،
و برای ترانسفر کردن و ارسال و دریافت فایل از پورت 20 میاد استفاده میکنه، درست شد؟ چون ما وقتی که میخوایم به این سرور وصل بشیم و از فایل هاش استفاده کنیم، حتما احراز هویت رو از ما یا اتنتیکیشن رو میخواد. خب خیلی من سریع آدرس آی پی هم براش ست بکنم اینجا. خب شماره 8 رو بهش دادیم با این سابنت ماسک، دیفالت گیتویش هم 192.168.1.1 هستش و اینم که DNSشه. خب حالا میام توی تب سرویس، حالا اینجا میخوام چیکار کنم؟ FTP رو بهتون بگم. FTP اینجا هستش. خب FTP باز به صورت دیفالت در وضعیت آن قرار گرفته. حالا اینجا به من میگه که اینجا داره به من این رو میگه که میگه که اون یوزری که میخوای برای FTP ایجاد کنی اسمش چی باشه. من میگم یوزرم مثلا میخوام اسمش تست 3 باشه که در واقع بتونیم به این یوزر وصل بشیم. چه پسوردی میخوای داشته باشه؟ مثلا من میگم 1 2 3 4 5 6، این پسورد رو میخوام داشته باشه. بعد چه پرمیشنی داشته باشه؟ من میگم فول پرمیشن باشه، یعنی بتونه به تمام چیزهای من دسترسی داشته باشه، بتونه اضافه بنویسه، بخونه، کم کنه، رینیم کنه، همه این کارها رو بتونه انجام بده. خب این رو اد میکنم، این یوزر برای من اینجا چی شد؟ ایجاد شد. جالبه که بدونید الان اینا تمام مجموعه ای از فایل هایی هستش که توی این در واقع سرور من قرار گرفته و من میتونم بیام بهش دسترسی پیدا بکنم. این مجموعه از این فایل ها هستش، به یه نوعی میتونیم بگیم مخزن فایل هامون. خب میام توی مثلا پی سی و برای اینکه بتونم به این فایل هایی که داخل اینجا هستش بتونم دسترسی داشته باشم، میام توی CMD. خب فکر میکنم FTP رو بشناسه اگر اشتباه نکنم. FTP آدرس آی پی بهش میدم 192.168.1.8 رو بهش اختصاص دادیم. بله میشناسه، درسته. اینجا میاد میگه که برای اینکه به این FTP وصل بشی به چه یوزری میخوای وصل شی؟ میگم مثلا تست 3، به تست 3 میخوام وصل بشم. پسورد چیه؟ میگم 1 2 3 4 5 6 هستش. خب وصل شدم. وصل شدم اینجا میبینید که با FTP داره نمایش میده. حالا من میتونم چیکار بکنم؟ میتونم بیام به اون فایل ها دسترسی پیدا کنم. اگر من DIR بزنم لیست تمام اون فایل هایی که توی این سرور وجود داره رو داره به من اینجا نشون میده. حالا من میبینم چیکارا میتونم انجام بدم. آها، میتونم برم داخل فولدر ها با CD، میتونم دیلیت کنم هر کدوم از فایل ها و فولدر هامو. DIR که فایل ها و فولدر ها رو نشون میده. با get میتونم چیکار کنم؟ یک فایلی رو بخونم، دریافت کنم. مثلا با put میتونم یک فایلی رو بنویسم، ارسال کنم. حالا بقیه چیزا هم خیلی مهم دیگه، اینا همه چی مشخصه. با دستور quit هم چیکار میشم؟ از این در واقع حالت FTP خارج میشم و به این صورت میتونم این کار رو انجام بدم. خب این هم شده از سرویس FTP. حالا سرویس FTP چون نوع TCP هستش، نه پروتکل در واقع لایه 4ش TCPه، اتنتیکیشن میخواد. یه موقعی که شما میگین آقا من نمیخوام احراز هویت بشم، میخوام سریع وصل بشم، پس میام از یک سرور دیگه استفاده میکنم اینجا تحت عنوان چی؟ تحت عنوان TFTP، TFTP سرور. خب این سرور در واقع سرور یک در واقع سروری هستش که شما بدون اینکه اتنتیکیشن و احراز هویت بخواد میتونید خیلی سریع بیاین بهش وصل بشید و ازش استفاده کنید و سرعتتون بالاتر میره، تأخیرتون پایین‌تر میاد، از UDP هم استفاده میکنه. خب من فقط بنویسم آدرس آی پیش رو 192.168.1.9 رو براش اختصاص میدم،
پورت نامبرش رو هم قرار میدم 69، پورت نامبرش هم 69 هستش. من کانکشنش هم برقرار کنم. خب به این صورت من آدرس آی پیشم بدم. خب حالا میام تو در واقع اینجا و اینجا TFTP رو میبینید که به صورت دیفالت در حالت فعال و روشن قرار داره و این مجموعه از این فایل هایی هستش که من میتونم دسترسی داشته باشم. البته خب نکته که وجود داره اینجا من از چیز نمیتونم استفاده کنم. ببینید اینجا من اگر بخوام بهتون نشون بدم اینجا FTP رو دارم که برای این سرویس FTP استفاده میشه ولی TFTP رو ندارم. البته میتونم بیام از توی روترم یه حرکتی بزنیم، یه کلکی بزنیم، بیام اینجا EN بزنیم، بعد بیام به دستور کپی بگیم مثلا برو از TFTP، بله TFTP رو میشناسه، برو از TFTP یک چیزی رو بردار، یه فایلی رو به صورت حالا فلش اگر اشتباه نکنم کپی کن ورد و بیار. خب به من میگه که چه آدرس آی پی داره تی اف تی پی، میگم 192.168.1.9 رو داره، 1.9 رو داره. بعد از من میپرسه که اون سورس فایل یا اون فایلی که میخوای بری برداشت کنی چیه. حالا مثلا من میگم که توی اینجا چه فایل هایی داشتیم، TFTP اینجاست، اینا مثلا یکی از این فایل ها رو برمیدارم اون بر کپی میکنم، به این صورت میتونم از این فایل ها بدون احراز هویت استفاده کنم و دسترسی سریعتر داشته باشم. یا مثلا یه سری فایل ها اینجا هستش که برای آپدیت کردن iOS این روتر استفاده میشه و میتونم این کار رو انجام بدم. دیگه من این کار رو انجام نمیدم و خارج میشم از این قسمت. خب این هم در رابطه با این سرویس. خب ببینید ما سرویس های دیگه ای هم داریم، مثلا یک سرویس دیگه ای تحت تریپل ای داریم اینجا. تریپل ای یک سرویس امنیتی خیلی قشنگ هستش که اگر بخوام در رابطه صحبت بکنم الان دیگه مجالش نیست چون صحبت در رابطه خیلی زیاده و حالا اگر وقت شد یک جلسه من کامل در رابطه با این سرور میام صحبت میکنم و ببینیم که چه سرویسی میدیم. جالبه که تحت پروتکل رادیوس و تکک کار میکنه. رادیوس یه پروتکل استاندارده ولی تکک انحصاری برای خود سیسکو استفاده میشه و این هم یک میگم یه سرویس خیلی جالب و قشنگ هستش که میتونیم استفاده بکنیم. یه سرویس دیگه IoT سرور هستش که این هم سرویس IoT هستش که اینو باز یه جلسه در رابطه با اینترنت اشیا من باید براتون صحبت بکنم. یک سرویس دیگه VM Management هستش که این هم باز حالا یک سرویسی هستش که برای یه سری کارهای خاص، یه سری مفاهیم که در واقع در دل خودش داره استفاده میشه که حالا باز ما خیلی اگر حالا وقت شد در رابطه صحبت خواهیم کرد. تو ورژن جدید پکت تریسر یک سرویس رادیوس EAP هم اضافه شده که حالا من خودم برای اولین بار بود اینجا دارم میبینم و داره استفاده میشه که با این هم کاری نداریم. و حالا اینجا DHCP رو هم میبینید که حالا ما با DHCP ست کردیم، DHCP سرو در واقع DHCP ورژن 6 هم اینجا براش وجود داره. خب این جلسه من فقط میخواستم در همین حد بهتون انواع و اقسام سرویس های پرکاربردی که میتونیم بیایم و
توی سناریوهای خودمون ازش استفاده کنیم و توی محیط پکت تریسر بهتون آموزش بدم. ما یه چنین سرویس هایی رو تو دنیای واقعی میتونیم ازشون استفاده کنیم، ولی به این راحتی که اینجا من پیاده سازی کردم نیست، چرا که شما باید برین ویندوز سرور رو حذف کنید روی سیستم های خودتون، بعد اون سرویس رو اکتیو کنید در حالت فعال قرار بدید و بتونید از اون سرویس استفاده بکنید. خب این هم در رابطه با این موضوع. اگر تا اینجای بحث سوالی مطلبی هست بفرمایید، اگر نه که بریم سراغ بحث حضور و غیاب. میخوان شما آقا زنگره پرسیدن که چجوری ما میتونیم مثلا 200 تا پی سی داریم اینها رو بیایم از حالت استاتیک به حالت دی ای سی پی تغییر بدیم. یکی از کارهایی که شما میتونید بکنید اینه که مثلا بیایم برای خودتون یک پی سی درست کنید که این، چون ببینید وقتی شما اینجوریه دیگه، ببینید وقتی شما یه پی سی رو میایم به سناریو خودتون اضافه میکنید، این در وضعیت دیفالت میره تو حالت استاتیک قرار میگیره. شما میتونید بیاید در به صورت دیفالت در حالت DHCP قرار بدید، بعد بیاید یه دونه از این در واقع پی سی که میخوایم به حالت DHCP باشه کاستومایز کنید و این پایین برای خودتون اضافه کنید، بعد به شرط اینکه سرور DHCP تون توی سناریوتون وجود داره و این رو بیاین اضافه بکنید. چون میدونید چرا دارم اینو میگم؟ چون اگر اینو نداشته باشید قاعدتا میره از اپیپا آی پی میگیره اولش که میان به سناریو خودتون اضافه میکنید، به شرط اینکه اون سرویس دی ای سی بی تون فعال شده باشه و درست باشه. حالا شما هر تعداد حالا کلاینت پی سی لپتاپ پرینتر خواستید میتونید بیاین به سناریوی خودتون اضافه بکنید و اون به صورت اتوماتیک میاد به این در واقع کلاینت هایی که جدید به سناریو اضافه شده آی پی دستی به صورت اتوماتیک آی پی میده و دیگه نیاز نیست آی پی رو دستی بدید. متوجه شدید؟ آیا تونستم منظورم رو درست برسونم بهتون؟ خب این هم در رابطه با این موضوع. خب من بریم سراغ حضور و غیاب. حضور و غیاب هم داشته باشیم. خب دوستان، از این سناریویی که این هفته در رابطش صحبت کردیم یه گزارش کار تهیه بکنید و تا 2 هفته فرصت دارید که برای من بفرستید، در سامانه سمیاد آپلود بکنید تا من بتونم اونجا نمرتون رو درج بکنم. خب کارگاه شبکه. آقای جماعتی، آقای محمد رضا جماعتی تشریف دارن؟ خب نیستن. آقای حاجیلو، بله. آقای زنگنم که هستن. آقای سوری، امیر حسین سوری تشریف ندارن. سیفی، آقای سیفی، آقای سیفی هستن تشریف ندارن. شاه بهرامی، آقای شاه بهرامی نیستن. آقای صادقی، آقای سیفی هستن، آقای صادقی هم هستن. سیفی،
خب آقای صالحی نژاد، آقای شاه بهرامی هم هست. خب آقای صالحی نژاد نیستن، آقای عارف، آقای عارف هم نیستن، فرخخواه، فرخخواه نیستن، فرزانه نیا شون هم نیستن، آقای فروردین، آقای قاسمی، آقای قاسمی هم نیستن، کمالی نسب، محتشمی، آقای محتشمی تشریف ندارن، آقای مرادی، آقای مرادی هم نیستن، آقای مهام، آقای مهام هم نیستن، آقای میرزایی، آقای میرزایی هم نیستن، آقای نظری پور، آقای نظری پور نیستند، آقای هاشمی، آقای هاشمی هم نیستن. خب من برم توی کارگاه شبکه‌های محلی. آقای اسبقی، آقای دهقان، آقای رمضانی پور، شیوخی، آقای شیوخی، آقای سباق پاکدل، بله، آقای آبدی، آقای کشفی، آقای کشفی هم نیستن، محمد نیا، آقای محمد نیا هستن و آقای هاشمی، آقای هاشمی بشارکی. اسم کسی هستش که نخونده باشم؟ آقای هاشمی، با حضور شما رمز زدم.